اینا مأموریت دارن که ایران را به نابودی ببرن. خب میبرن دیگه. ولی من نیستم که این کار نشه. اگر که بنا باشه. بوی خیانت از زهر دروغ و طمع و زور و اهانت این قوم نکردند به ناموس برادر. چه بیتابانه میخواهمت ای دوریت آزمون تلخ زنده به دوری. سراپا شکوهی، سرودی، غروری چنان عشق، جاری شکوفند رودی، از آن سوی کوهت صدای فریدون می آید. کجا می روی کاوه؟ خورشید از خانه بیرون می آید. به بزم شبانم، صفای جهانم، به سودای آزادی عاشقانم سرودی دوباره نوشتم. به امید دیدار از آن بهشت. اگر لحظه ای مانده از روزهایم، هنوزم اگر هست جانی به جانم، بخوانم به آن کوچه های جوانی، همان جا که میدانی افتاد و دانی، به خاک عزیزم سرشکی نشانم و آنگاه بدرود با جسم و جان. علیرضا نوری‌زاده، چهارشنبه 15 بهمن 3 فوریه، به شما سلام. دیروز گفتم مهمان عزیزی دارم و اسمش رو نگفتم، ترسیدم ممکنه باعث قطع اتصال بشه. آقای دکتر صادق زیباکلام، استاد، محقق، پژوهشگر، امروز مهمان منن و من ترجیح میدم بدون هیچ مقدمه‌ای سریع گفتگو رو با ایشون آغاز کنیم. درود به آقای دکتر زیباکلام. با نام و یاد حضرت حق و با عرض سلام و ادب خدمت همه بینندگان و شنوندگان شما آقای دکتر نوری‌زاده عزیز، من در خدمتتون هستم. دکتر زیباکلام، اول دلم میخواد، خب به عنوان یک استاد، یک محقق، کسی که جامعه رو میشناسه، با همه در تماسه، یک گزارشی از زبان شما از کرونا و واکسن و بقیه بشن. والا چه سوال جالبی کردین. یعنی حالا نمیدونم، شاید عده فکر کنن که مثلا قبلا شما من و شما هماهنگ کرده بودیم که شما این سوالو بکنید. چون آخرین پستی که من گذاشتم، البته آخرین پست یکی دو ساعت پیش، آخرین پستی که گذاشتم در مورد تحولات روسیه هستش. اما پستی که قبلش بود در حقیقت 2 بود این پست رو گذاشته بودم، اتفاقا در خصوص واکسن بود. چون میدونید که ببینید، اگر آمار گرفته بشه واقعا حیرت انگیزه از تعداد تنوعی که در میان مسئولین جمهوری اسلامی وجود داره در خصوص واکسن و چه باید کرد پیرامون واکسن. ببینید آقای نوری‌زاده، همه کشورهای دیگر، فقیر، غنی، پیشرفته، عقب مانده، آفریقایی، ناف اروپایی، به هر حال به یک شکلی دارن واکسن رو تهیه میکنن، میدن اول به کسایی که توی کادر پزشکیشون هستن، بعد میدن به اونایی که مسن هستن، بعد میدن به اونایی که بیشتر آسیب پذیرتر هستن. اینا الان هم خیلی وقت هست، فکر میکنم یه ماهی میشه کمتر بیشتر شروع کردن.
اما خیلی جالب، اگه شما آمار بگیرید میبینید تقریبا هر هفته دو سه جور گفته مختلف در خصوص واکسن آمده بیرون و من اینو دستمایه پستم قرار دادم. گفتم که اگه کسی آمار میگرفت واقعا آمار شگفت انگیزیه، از اظهار نظرهای متفاوت متناقض و بعضا متضادی که در حقیقت مسئولین ما میگن. منتها نکته خیلی جالب این هستش که در هیچ کشوری تا اونجایی که من میدونم نگاه به واکسن و نگاه به کرونا ایدئولوژیک نیست. اما شاید باورتون نشه در ایران ایدئولوژیکه. با یه واکسن مخالفت میشه، میگن نباید بیاد به واسطه مسائل ایدئولوژیک. واکسن روسیه رو میگن باید بیاد، این چیزیست که اون پسته نوشتم. واکسن روسیه رو میگن بیاد، باید بیاد با اینکه تایید نشده. بسیاری از مسئولین میگن ما خودمون حاضر نیستیم واکسن روسیه رو بزنیم، روی ملاحظات ایدئولوژی. از چین میخوان بخرن روی ملاحظات ایدئولوژی، با کوبا میخوان همکاری کنن روی ملاحظات ایدئولوژی. سازمان سرم سازی رازی که یکی از پیشرفته ترین ها در آسیا هستش واقعا، اون باید الان دنبال واکسن باشه، دنبال سرم باشه، با تجربیاتی که دارن، پزشکایی که اونجا هستن مثلا، اونا نمیدونم دنبالش هستن یا نه، ولی نهادی که میاد و مرتب اعلام موجودیت میکنه که ما به دنبالش هستیم، قرارگاه خاتم الانبیا هستش، ستاد اجرایی فرمان امام هستش، همش ایدئولوژیه. یعنی واکسن نه. واکسن ایدئولوژی، ایدئولوژی واکسن، نمیدونم چی بگم. یعنی همه اظهار نظرها در رابطه با واکسن کرونا در ایران ملهم و متأثر و منبعث از نگاه های سیاست زده، نگاه های ایدئولوژیک زده هست. و چیزی که خیلی اهمیت نداره این هستش که چی خوبه واسه مردم، چی ارزان‌تر تموم میشه مردم اونو بیاریم. دکتر یه نکته رو خدمت بگم، یه نکته رو برات بگم. من وقتی رفتم واکسن رو بزنم هفته قبل، آکسفورد به من زدم. یکی از دوستانم دو روز قبلش رفت و فایزر بهش زدم و اونجا سوالم کردن و خیلی برای من جالب بود. برای اکثر مردم فرقی نمی کرد، مهم این بود که یه پروتکشنی داشته باشن، یه واکسن داشته باشن. و همونطور که شما گفتید اصلا نگاه ایدئولوژیک نبود و چقدر مهربانانه این واکسن رو میزدن. 12 هفته دیگه باید بیاین دومی رو بزنیم. و من فکر میکنم سرزمین من چقدر عقب افتاده. شما به رازی اشاره کردید، 100 سال پیش این مؤسسه درست شد، یا انسو پاستور، و اینا پیشرو بودن در همه زمینه ها و متاسفانه این دید ایدئولوژیک دودش تو چشم مردم. الان به نظرم جنابالی هم باید دیگه الان واکسن تو بزنی. و این که آدم میشنوه که بعضی از مقامات از همین فایزر و آکسفورد زدن ولی برای مردم محرومیت هست، آدم متاثر میکنه. بگذاریم. من مواضع وزیر بهداشتم برام خیلی عجیب بود. گاهی اوقات ایشون یک آدم حرفه‌ای درجه یک میشه، حرفای منطقی و معقول میزنه و یه زمانی چنان ایدئولوژی به گردنش میزنه که آدم اصلا باورش نمیشه این همون آقای نمکی دیروزه، یا مسئول ستاد یا آدمای دیگه این حرفا رو ما میشنویم. ولی سوال من از شما اینه که آیا در افق یه راه حلی میبینید؟ حالا این مسئله واکسن روسی وقتی 1500 دکتر ردش میکنن، این به کجا خواهد رسید؟ آیا قبولانده خواهد شد به مردم یا نه؟ والا من فکر میکنم که به هر حال یک تعدادی واکسن، چند میلیون دوز واکسنی از روسیه خواهد آمد. اما فکر میکنم که کار اصلی رو مال چین خواهد بود. اولا چینی ها پیشرفته تر از روس ها هستن توی زمینه تولید واکسن. ظاهراً چند کشور دیگر هم از چین خریداری کردن، اماراتی ها خریداری کردن، حتی بعضاً کشورهای اروپایی خریداری کردن و حالا به نظر میرسه که
مال چینیا مطمئن‌تر و نمیدونم، حالا من که تخصصی تو این زمینه ندارم، اما فکر میکنم که آقای دکتر نوریزاده، بسیاری از مردم ایران حالا در آینده دور یا نزدیکی از واکسن چینی استفاده خواهند کرد، چون اون ستاد اجرایی فرمان امام و اینها به نظر من اونا بیشتر مانورهای سیاسی هستش، تا اینکه چون ظاهرا کار پیچیده‌ای هستش تولید واکسن برای کرونا. علت پیچیدگیش هم این هستش که خب شاهد هستیم که نوع آفریقای جنوبیش آمده، نوع انگلیسیش آمده، احتمالاً انواع دیگر دارن میان و واکسن‌ها باید منظماً یه مقداری تغییر پیدا بکنن، اون کدای ژنتیکشون اینها. حالا نمیدونم این مثلا چقدر در ستاد اجرایی فرمان امام مثلا چقدر این امکانات وجود داشته باشه که با تغییراتی که ژنتیکی داره کرونا میکنه، اینا هم بتونن مثلا مثل فایزر و مثل استرازنیکا و اینها مثلا پا به پای اون پیش برن. بنابراین بعد از خداوند عزت مثل این که بایستی چشم امیدمون به واکسن‌های چینی باشه. دکتر بیایم به یک نکته دیگه بپردازیم که شما خودت هم از اولین کسانی بودی که بهش اشاره کرد. اتفاقا منم مدت‌ها پیش یه برنامه مفصل راجع به این موضوع داشتم، این که بعد از 42 سال نظامیان عملاً تمام زوایای قدرت رو میخوان، مجلس شورای اسلامی رو دارن، قوه قضاییه عملاً یکی از حلیفاشون به قول عربا یا متحدینشون بر اون کرسی نشسته که میتواند آینده دیگری هم داشته باشه، و الان در مسئله ریاست جمهوری کسانی مثل آقای قالیباف، گویند که امروز دیروز دیدم روزنامه تیتر زده بود نه شورا نه پاستور برای آقای قالیباف، و همینطور آقای شمخانی که خود رو مستحق‌تر از همه میدونه، یا آقای سید محمد رئیس قرارگاه خاتم الانبیا و و و دیگرانی که حالا در حد کمتر آقای مدیرعامل سابق صدا و سیما. شما فکر میکنید آیا جامعه آماده پذیرش یه همچی وضعی است؟ من یادم هست وقتی آقای قالیباف دور اول با آقای روحانی رقابت میکرد، فضای بسیار مطلوبی برای آقای قالیباف ایجاد شد. حالا قالیباف هنوز این پرونده ها نیامده بود بیرون و مسئله اتهاماتی که زده میشه، و به خاطر سرعتش و پیگیریش و جمله معروفش که من رضاخان اسلامی ام مورد توجه بود، و وقتی اسم آقای روحانی اعلام شد به عنوان برنده خیلی ها شوکه شدن. همینطور در دوره دوم باز که ایشون رو آقای رئیسی کنار زد و در واقع او حق خودش رو میدونست که خورده شد. حالا من سوالم از شما اینه که شما چه میبینید صحنه رو؟ خودتون جزء مطرح کنندگان این مسئله بودید که این که انتخابات دوره بعد 1400 نامزدهایی از نظامیان خواهد داشت، و اگر قرار داشته باشه چرا نظامیان فقط باید محدود بشه به سپاه؟ آیا جمله آیت الله خمینی فقط ناظر بر سپاه بر ارتش بود که نظامیان نباید در سیاست دخالت کنند، یا شامل سپاه هم میشه؟ عرض کنم که ببینید، مسئله آمدن یک نظامی با عنوان رئیس قوه مجریه چندین بُعد پیدا میکنه آقای دکتر نوریزاده عزیز. یکیش که بذارید با ساده ترینش از نظر من شروع بکنیم، که این هستش که برخی عده‌ای از ایرانیان از چهره های سیاسی عمدتاً هم اصلاح طلب و یا نزدیک به اصلاح طلبان به قول بی بی سی، اونها عطف به اون بندی که شما گفتید، اون نکته آخری که شما گفتید که
آیا آمدن نظامیان در رأس قوه مجریه مغایرتی با توصیه امام، نظر امام، نصیحت به اصطلاح جزء وصایای امام پیدا نمی کنه که ایشون مشخصا گفته بودن که نظامیان در امور سیاست و اینها دخالت نکنن. بذارید اول از اینجا شروع بکنیم. ببینید امام مثلا 30 سال پیش، 30 و اندی سال پیش یه توصیه سیاسی رو کردن که نظامی ها در سیاست دخالت نکنن، یا مثلا با این کشور رابطه داشته باشیم یا با اون کشور رابطه نداشته باشیم. سوالی که من میخوام بکنم این هستش که چرا این باید به عنوان وحی منزل تلقی بشه و بعد از 3 دهه، بعد از 4 دهه ما بگیم که چون امام 30 سال پیش، 40 سال پیش گفتن که نظامیان نباید مثلا مسئولیت اجرایی داشته باشن، پس بنابراین نباید داشته باشن؟ از کجا معلوم اگه به فرض امام امروز زنده می بودن همچنان اون نظر رو می داشتن؟ اون یه نظر فقهی دینیه، چه میدونم استنباطی اجتهادی نبوده که بگیم که نه. ایشون تازه اگر اینجوری باشم قابل تغییر هستش. بنابراین ما بگیم که امام 30 سال پیش، 40 سال پیش یه چیزی رو گفتن الان این از تو جزی نیست، نه من خیلی با این موافق نیستم. این نکته اول. حالا چه در مورد گفته ایشون در خصوص نظامی ها، چه در مورد حالا مسائل دیگر مثلا با آمریکا رابطه داشته باشیم نداشته باشیم نمیدونم اینا. اما بریم سراغ نکات بعدیش. ببینید آقای دکتر نوریزاده عزیز، شما من دوست دارم یک کسی به من بگه که به این دلیل آقای زیبا کلام سپاه میخواهد قوه مجریه رو بگیره در دست، که این موارد هستش که سپاه میخواهد این موارد را انجام بدهد، اما به واسطه اینکه قوه مجریه در دستش نیست نمیتونه انجام بده. خیلی خوشحال میشدم آقای نوریزاده جنابالی به عنوان مطلع سیاسی به من بگید که آقای زیبا کلام اشتباه میکنی، سپاه میخواهد با افغانستان مثلا رابطه ما اینجوری باشه ولی نمیتونه، سپاه میخواهد فلان کار رو بکنه ولی نمیتونه، سپاه میخواهد فلان کس رو بازداشت بکنه و همینجوری تو زندان نگهش داره یا 10 سال محکومیت بهش داده بشه اینها ولی نمیتونه، سپاه میخواهد نیروی نظامی مثلا در سوریه ببره، در لبنان ببره، در افغانستان ببره ولی نمیتونه، سپاه میخواهد با طالبان رابطه، ایران رابطه برقرار بکند، طالبان دعوتشن بیان اینجا نمیدونم، اما نمیتونه این کار رو انجام بده. میشه میخواد با امریکا رابطه برقرار کنه. میخواد با امریکا. ببینید آقای نوریزاده، من معتقدم اگر سپاه هر آینه میخواست با امریکا رابطه برقرار بکنه، به قول عوام 2 ثانیه این کار انجام میشه. شما باور میکردید که طالبان میهمانان رسمی جمهوری اسلامی ایران باشن؟ ولی خب شدن، واقعا برام سنگین بود، سنگین. و آمدن و اینها. ببینید من میخوام بگم که هیچ کاری نیست، هیچ حوزه‌ای نیست، بذارید صحیح تر صحبت کنم، هیچ حوزه‌ای نیست اعم از بین الملل، اعم از سیاست خارجی، اعم از سیاست داخلی، اعم از امنیتی، اعم از اطلاعاتی، اعم از اقتصادی، اعم از تجاری، که شما به من بگید که سپاه قدرتی تو اون حوزه نداره و اگر چیزی رو بخواد نمیتونه انجام بده و این مستلزم این هستش که بیان قوه مجریه رو بگیرن. اگر آقای شمخالی بره پاستور، اگر آقای قالیباف بره پاستور، اگر سردار محمد رئیس قرارگاه خاتم‌الانبیا بره پاستور، اون وقت میتونن این کار رو انجام بدن. خب اجازه بدید من اینجا یک پرانتز باز کنم. ببینید در هر گزینشی، انتخاباتی، نامزدهای برنامه دارن، میان این برنامه رو ارائه میکنن. در همین انتخابات آقای روحانی، ایشون چه وعده هایی داد، شال ارغوانی چه قصه ها گفت، در دوره اول که صحبت از رفع حصر بود و و و هزاران مسئله و نامزدهای دیگه هم حرفایی داشتن.
بنابراین شما فکر میکنید اگر سپاه، اگر نمایندگان نظامی ها کارهایی رو میخوان انجام بدن، بیان این رو ارائه با که مردم بتونن ارزیابی بکنن، خب اینا قبلا هم میتونستن، چرا نکرد؟ پس ماجرا کسب قدرت. بنابراین به گفته شما، شما بر این باورید که باید این برنامه ها عنوان بشه که مردم بتونن ارزیابی کنن. یعنی واقعا آقای شمخانی باید بهت بگه حالا طالبان و آقای ملا برادر آخوند رو میبره میشونه باش ماشو بوسم میکنه، در حالی که آقای وزیر خارجه سه هفته پیش به تلویزیون کلو میگه اینا تروریستن، بعد خود آقای وزیر خارجه بغلشون میکنه. همونطور که شما گفتید چه میخوان اینا بکنن که حالا نمیتونن بکنن. من بسیار ممنونم که به این نکته شما اشاره کردید که سپاه امروز قادر هر کاری رو انجام ده. واقعا به یکی دقیقه میتونه رابطه رو با امریکا برقرار کنه، رابطه با عربستان برقرار بشه، فقط کافی سپاه از عربستان بیاد بیرون، از یمن بیاد بیرون. حالا با این حساب شما از موافقان آمدن اینها به صحنه قوه مجریه نیست؟ نه اجازه بدید من به نکته پایانی این بخشش برسم. بنابراین من معتقدم که سپاه هیچ اصراری نداره که بیاد و بره به پاستور. حالا این مطرح شده توی 4 سال پیش، همین مطرح شد 8 سال پیش، همین مطرح شد، همواره این بوده. مثل مسئله زنان بیان نامزد مثلا ریاست جمهوری، ببین هر وقت که انتخابات میخواد بشه یه همچی بحثی مطرح میشه که اینا. من واقعا هر جوری که فکر میکنم میبینم که فرماندهان و مسئولین نظام، من آقای نوریزاده هیچ دلیل منطقی پیدا نمیکنم که چرا سرلشکر حسین سلامی، چرا سرلشکر باقری، چرا آقای سرلشکر عزیز جعفری، چرا سردار، من هیچ دلیل منطقی و واقعی پیدا نمی کنم که چرا اینها می بایستی مصر باشن که بیان برن توی پاستور که برن چیکار بکنن که الان نمیتونن بکنن. بنابراین من از اون کسانی هستم که معتقدم که یه مقدار زیادی این مسئله مثل بادکنک باد شده، این آمدن نظامیان و نمیدونم اینها، شاید یه مقداری مطبوعات، شاید یه مقداری رسانه ها به خصوص وابسته به حکومتی میخوان یه مقداری مثلا چه میدونم، شاید مثلا فضا رو گرمتر بکنن، یه کسی بیاد بگه نه نظامی ها بیان، یه کسی بگه بیاد نه. یعنی میخوان به اصطلاح انتخابات جدیتر بشه و از این حالت سرد بیتفاوتی که مایوسی که هستش مثلا یه خورده اینو بکشن بیارن بیرون، له و علیهش بیاد صحبت بشه، سخنرانی بشه، موضع‌گیری بشه که مثلا این حالت به وجود بیاد که انتخابات جدی هستش، انتخابات 1400. و الا واقعا من هیچ به قول فرنگی ها من هیچ پوینتی نمیبینم، هیچ نکته ای نمیبینم که چرا سپاه باید بخواد بره به پاستور. ضمن این که سپاه میدونه که چقدر مشکلات و مسائل در کشور وجود داره. الان همه اون مشکلات و مسائل رو میریزن گردن گلگیر، میریزن گردن آقای روحانی، میگن روحانی کرده اقتصاد، اینجوری روحانی کرده دلار، اینجوری روحانی کرده نمیدونم هر چی هست، میریزن گردن روحانی. ولی 6 ماه دیگه که دولتی که آقای شمخانی رئیس جمهورشه، آقای سردار محمد رئیس جمهورشه، آقای حسین دهقان، اون وقت میخوام بریزیم گردن کی؟ آقای نوریزاده. اون وقت میخوام بگیم کی مقصره دیگه؟ روحانی نیست دیگه، اعتدالیون نیستن دیگه، لیبرال ها نیستن دیگه، غرب زده ها نیستن دیگه، شرق زده ها نیستن، دست خودشونه. بنابراین من معتقدم که اتفاقا عقل سلیم به سپاه میگه که ما نزدیک پاستور نباید بشیم، بذار سعید جلیلی بشه رئیس جمهور که بگیم آقا سعید جلیلی خراب کرد، بذار قالیباف بشه رئیس جمهور بگیم قالیباف خراب کرد، چون قالیباف چهره نظامی نیستش. 13 14
دوازده سیزده سال شهردار بود، الان رئیس مجلسه، از سپاه فاصله گرفته، ولی یه کسی که از پادگان بلند شه بیاد بره توی پاستور، اون وقت تمام خرابی ها بر سر او ریخته میشه، یعنی تمام خرابی ها بر سر سپاه ریخته میشه. اینی که من اتفاقا معتقدم که سپاه اصلا هیچ اشتهایی، هیچ تمایلی برای اینکه بیاد قوه مجریه رو بگیره نداره. دکتر، چهره ها رو نگاه کنیم، چهره هایی که عملا از اول انقلاب طالب بودن، هیچ راهی برای ورود یه چهره جدید نبوده. یه آدم هم که مثل احمدی نژاد میاد، بعدن که سوابقش بیرون میاد معلوم میشه کجا بوده کجا بوده کجا بوده، شهرداری تهران هم که هدیه میشه بهش و خب میاد ریاست جمهور. آیا فضایی که امروز در کشور وجود داره، این همه یأس و اندوه، این همه آزردگی از حکومت، آیا اصولا مجالی میده به این که رژیم دوباره در اندیشه برگزاری یک انتخابات پرشور باشه؟ آیا مشهد و منظر دوم خرداد تکرار شدنیست یا چهار سال بعدش؟ ببینید الان آقای نوریزاده عزیز، الان بزرگترین مشکلی که وجود داره این هستش که اون 24 میلیونی رو که سه سال و چند ماه پیش در 29 اردیبهشت 96 آمدند و رفتند و به آقای روحانی رأی دادند و آقای نوریزاده خیلی هاشون نمیخواستن برن پای صندوق، روی اصرار و تشویق و ترغیب امثال صادق زیباکلام و غیره خیلی هاشون آمدن رفتن پای صندوق. به همین خاطر هستش که امروزه به اصطلاح زیر شدیدترین انتقادات از ناحیه اونا هستم که آقای زیباکلام شما با ما دروغ گفتی، آقای زیباکلام شما سر ما رو کلاه گذاشتی، آقای زیباکلام شما ما رو فریب دادی، این دفعه میخوای چجوری ما رو فریب بدی و قصلا هاسا. حالا ببینید الان این بزرگترین مشکل این هستش که اون 24 میلیون رو آقای نوریزاده به هیچ طریقی شما با جرثقیل هم نمیتونی بکشی بیاری پای صندوق. یعنی اگر سید مظلوم، اگر خود سید محمد خاتمی هم بیاد بشه نامزد ریاست جمهوری و شورای نگهبان هم تایید بکنه، تصدیق بکنه، نمیرن اون 24 میلیون پای صندوق. چه برسه محسن هاشمی بیاد، اسحاق جهانگیری بیاد، محمد رضا عارف بیاد، چه برسه اینا بیان که دیگه اصلا هیچی دیگه فی الواقع. بنابراین انتخابات خرداد 1400 انتخاباتی بسیار سرد خواهد بود، کسر قابل توجهی از اقشار و لایه‌های تحصیل کرده جامعه درش شرکت نخواهند کرد. و اگر شما از من دلیل بخوای که آقای زیباکلام چرا انقدر قرص و محکم صحبت میکنی، میگم آقای نوریزاده عزیز، چند ماه پیش انتخابات مجلس شورای اسلامی اسفند 98 برگزار شد، چهار سال قبلش سرلیست اصلاح طلبان یعنی آقای دکتر محمد رضا عارف در انتخابات 94 1.5 میلیون رأی آورده بود در تهران، چهار سال بعدش سرلیست اصلاح طلبان یعنی حزب اسلامی کار، کارگزاران سازندگی، حزب اعتدال و توسعه، یعنی اینایی که به نام اصلاحات شرکت کرده بودن، آقای نوریزاده 70,000 رأی هم نیاوردن. یعنی اگر 10% اون 1,500,000 نفر میخواستن در انتخابات تهران شرکت بکنن، حداقل 150,000 رأی باید میومد، ولی 70,000 اومد، 80,000 اومد، چون عرض کردم شرکت نمی کنن در انتخابات. حالا البته نظام سعی خواهد کرد به کمک صدا و سیما و اینها یه شوری، یه میدونم حرارت، یه ولوله چیزی ایجاد بکنه، ولی من خیلی بعید به نظرم میرسه که بیش از 30% مردم بیان در انتخابات شرکت بکنن، یعنی کم و بیش همون چیزی که در انتخابات مجلس اتفاق افتاد. تازه در انتخابات مجلس رقابت های منطقه‌ای بوده، بله، فامیلی، شهرستانی هست و به شرکت کننده میره بالا، در مورد ریاست جمهوری که اینم نخواهد بود. لذا من فکر میکنم که نظام هم تصمیم خودش رو گرفته که ما تا اونجایی که ممکنه سعی میکنیم
از طریق تبلیغات و اینها ایجاد رقابت‌های کاذب مثلا بهره برداری بکنیم اینا، ولی نظام هم به هیچ وجه نمیخواد نه دیگه یه آدمی مثل احمدی نژاد بیاد، نه یه آدمی مثل سید محمد خاتمی بیاد، و نمیخواهن، ترجیح میدن که قوه مجریه هم تسلط کامل داشته باشن، روش دست خودشون باشه. حالا ممکنه آقای سعید جلیلی به اصطلاح بشه رئیس جمهور، ممکنه که قالیباف بشه رئیس جمهور، فرقی هم نمیکنه. گفت دلبر جانان من برده دل و جان من، در واقع دکتر آقای نوریزاده، هر کی بشه از جریان تندروی اصولگرا خواهد بود، بنابراین قوه مجریه هم میشه در بست در اختیار حاکمیت. خب حالا اجازه بدید ما یه درنگ کوتاه میکنیم، بعد میایم راجع به همین صحبت کنیم که وقتی باراک حسین اوباما در کاخ سفید آقای احمدی نژاد میاد و وقتی آقای بایدن هست یه اصولگرای تندرو، و مردم گفتن اصولگرا اصلاح طلب اصولگرا دیگه تموم دیگه شد. تموم ماجرا. بله، اجازه بدید درنگ کوتاهی بکنیم، مرضی بانو به خدمتش بریم و بازگرد. خب با درود دوباره و روانش نامش جاودان. دکتر قبل از اینکه بحثمون رو شروع کنیم یک کلیپ بامزه یه میخوام ببینی راجع به کرونا، خیلی بامزه. آقای دکتر روانیزاده یا روازاده اظهاراتی فرمودن که بد نیست بشنویم، بعد بریم دنباله بحثمون رو، حداقل یه تنوعی باشه. این آقای دکتر عزیز با اظهارات عجیب و غریبش درباره پیتزا، پنیر و آدامز، حالا راجع به کرونا ببینیم چه فرمود. من پاشدم اومدم بام، هم تو مسجد هم تو جلسات خصوصی با همه روبوسی میکنیم، دیدار میکنیم، مرقد هم خدمت خانم خواهم رفت، همه جا میبیچیم، همه کاری هم میکنیم، به همه هم نشون میدیم که اینا داستانه، اینا میخوان دین ما رو از ما بگیرن، میخوان صدمه به ما بزنن، هیچ معنایی نداره این کاری که دارن انجام میدن، ما به این حرفا گوش نمیکنیم. بعد زمین چه بیماریه که اینقدر گندش کردین شما؟ کاری داره درمانش؟ من اعلام آمادگی میکنم، شخصا خودم ورود میکنم اونجایی که این بیمارا هستن و درمانشون اونجا شروع میکنیم و ببینید چقدر سریع درمان میشن. هنوز مرگ و میر رو ثابت نکردم که علتش از کروناست. طرف میخواد بمیره یه سرماخوردگی هم به نام کرونا میگیره میمیره. من دو سه تا رو که شنیدم گفتن مردن، سوال کردم گفتن اینا مدت هاست مریضن، دارو درمان میکنن، روزی یک کیلو با قول گفتنی دارو شیمیایی میخورن. خب دکتر زیبا کلام عزیز، با چنین آدم های روبرو هستی و چنین جام باری. خب برگردم به بحثی که داشتیم، به هر قیمتی انتخابات رو برگزار کرد، یک تندرو رو به پاستور فرستاد. در برابر یه آدم با حسنیتی در کاخ سفید است، آدیروز فریادها به آسمان بود که آقای ترامپ قصد آزار داره، این ترامپ برنامه تجاوز به ایران داره، غیر و غیر. خب حالا آقای جو بایدنی اومده که چنین قصد و چنین حرفی نداره. آیا در برابر این عاقلانه است که ما یادم تندرو رو بگذاریم که چه بکنیم؟ قصد واقعا چیست؟ آیا این خبرهای نگران کننده که همین امروز هم باز دیدیم و دیروز هم وزیر خارجه آمریکا اشاره کرد یا اتحادیه اروپا که ایران در جستجوی سلاح هسته‌ای، آیا درسته؟ آیا واقعا به دنبال سلاح هسته‌ای هستیم؟ آیا میخوایم به مغز خودمون شلیک کنیم؟ اسرائیلی که چارچنگولی نشسته نتانیاهو در به در دنبال فرصت برای ضربه زدن، آیا باید این فرصت رو بهش داد؟ من دلم میخواد از زبان شما پاسخها رو بشنوم. من اولی توضیح کوتاهی در مورد اون کلیپ شما بدم آقای دکتر نوریزاده عزیز. ظرف چند سال گذشته خیلی ها بودن در ایران که طب سنتی رو مثلا به عنوان یه پدیده ایرانی اسلامی
خواستن در مقابل پاستور علم بکنن و بگن در مقابل غرب و این شرکت‌های داروسازی غربی و صهیونیستی هن، و در حالی که اگر شما مثلا به طب سنتی مراجعه بکنید و اینها و اسباب تأسفه، برای اینکه طب سنتی به هر حال میتونه یه جایگاهی داشته باشه و یقیناً چیزهای خیلی خوبی توش هستش، ولی اینکه شما بیای اینه در مقابل پاستور قرار بدی، در مقابل پزشکی مدرن قرار بدی، نیازی هم نیستش این کارو بکنی، واقعا اسباب تأسفه. اما نکته‌ای که میخوام بگم این هستش که یک دلم نمیاد لغت کشیده رو به کار ببرم، ولی یه سیلی محکمی این طب سنتی سر قضیه کرونا از پاستور خورد و خیلی برو برو را انداختن برای طب سنتی که یه جوری اینو جلوی طب پاستور نگهش دارن، اما نشد، با صورت اومد رو زمین و از اعتبارش به نظر من خیلی خیلی کاسته شد. اما در خصوص اون چه که شما میفرمایید، آیا در ایران کسی به دنبال تولید سلاح هسته‌ای هست یا نه؟ ببینید، سیاست کلی نظام آن بوده است که ما سلاح هسته‌ای تولید نخواهیم کرد و حالا به واسطه مسائل اخلاقی، به واسطه مسائل شرعی، به واسطه مسائل فقهی و مثلا سلاح کشتار جمعی حرام است و غسل آغازا، این سیاست رسمی جمهوری اسلامی ایران بوده. در این حال هستند کسانی در ایران، آقای دکتر نوریزاده عزیز، که معتقدند ما از ابتدا هم اشتباه کردیم و به دنبال سلاح هسته‌ای نرفتیم. سلاح هسته‌ای رو یه جور تضمین کننده امنیتی میبینن، به قول فرنگی ها دیترنس میدونن، بازدارندگی میدونن، یعنی اون عقیده‌ای که، اون نگاهی که، اون رویکردی که وجود داشت که ما باید بریم لبنان و ما باید بریم سوریه، ما باید اونجا رو در روی اسرائیل بایستیم، یعنی در مرزهای اسرائیل وایسیم و با اسرائیل گلاویز بشیم و نه در مرزهای عراق و آذربایجان. اسرائیل نباید بیاد، اسمش گذاشتن سیاست عمق استراتژیک یا هر چیز. یه همچین نگاه‌هایی وجود داره که ما اگر از زیر سنگم که شده بود یه دونه بمب پیدا کرده بودیم، موشکم که داریم، به خیلی راحت میتونیم اسرائیل رو مثلا مورد هدف قرار بدیم. از اینجا تا اسرائیل 2000 کیلومتر دیگه، از مرزهای غربیمون تا اسرائیل. اگه ما یه دونه سلاح هسته‌ای میداشتیم جرأت نمیکردن اینقدر به اصطلاح در برابر ما زورگویی بکنن. عراق سلاح هسته‌ای نداشت، مثل آب خوردن بهش حمله کردن در سال 1382. طالبان سلاح هسته‌ای نداشت، بهش حمله کردن. ولی کره شمالی که درد و سرش خیلی بیشتر از عراق و نمیدونم افغانستان طالبان اینها هستش، جرأت نمی‌کنن نزدیکش بشن چون سلاح هسته‌ای داره. ما هم اگر سلاح هسته‌ای می‌داشتیم جرأت نمی‌کردن اینقدر خط نشون برامون بکشن، اینقدر ما رو تحریم بکنن، اینقدر سر به سرمون بذارن. اینا یه همچین نگاهی وجود داره و حداقل حالا من به نظامی ها و اینا کاری ندارم، ارتباطی هم باهاشون ندارم، ولی جناب آقای دکتر اسکرخانی، همکار به صمیمی بنده در دانشکده حقوق و علوم سیاسی که اتفاقا مدیر به اصطلاح این مرکز بین المللی مطالعات بین المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی هم هستند، حالا تا چند وقت پیش بودن، ایشون خیلی جدی معتقد بودش که ما باید داشته باشیم، ما باید سلاح هسته‌ای داشته باشیم. مشابه این رو به یک شکل دیگری شما الان دارید در اصراری که در پروژه موشکسازی و تولید موشک‌های دوربرد ایران هستش رو در حقیقت ملاحظه میکنید. البته خب در جریان موشک هم میگن دفاعیه،
مثلا موشکی که 500 کیلومتر بردش بوده شده 1000 کیلومتر، شده 1500 کیلومتر، شده 2000 کیلومتر و منظما هم گفته میشه که این دفاعیه، یعنی روزی که 300 کیلومتر بود میگفتن دفاعیه، الان هم که 2000 کیلومتر شده میگن دفاعیه. در خصوص هسته‌ای هم همینطور، این استدلال وجود داره، این نگاه وجود داره که اگر ما از نظر هسته‌ای توانمندیمونو هر چقدر که ببریم بالا، قدرت چانه‌زنیمون زیادتر خواهد شد. یعنی ما اگر مثلا اورانیوم 20% غنی شده نداشته باشیم و تولید نکرده بوده باشیم، ما اگر نسل جدید سانترفیوژ های IR7 IR8 رو نداشته باشیم، ما اگر اون فلزه که با اورانیوم چه میدونم اختلاط میکنن و خیلی چیزهای دیگری که الان دارن میکنن، ما اگر اینا رو نداشته باشیم قدرت چانه زنی نخواهیم داشت. اگر اینا رو داشته باشیم قدرت چانه زنی خواهیم داشت. بنابراین روزی که نهایتاً میریم به دنبال برجام 1400 اسمشو من گذاشتم، یا نرمش قهرمانانهی که مقام معظم رهبری اسمشو گذاشته، روزی که میریم به دنبال این، اون وقت میتونیم امتیازات بیشتری به دست بیاریم. اون وقت دکتر مثلا من همینجا یک صحبتی دارم، ببخشید. ببین دکتر عزیزم، وقتی کره رو اینا مثال میزنن، کره شمالی در یک عرض و طول جغرافیایی دیگر است که مرز مشترکش آب است و چین و کره جنوب، و کنترل کره شمالی به چین واگذار شده، یعنی چین در واقع سیطره کامل در مورد برنامه اتمی کره شمالی داره. عملا گفتگوهاش هم با ترامپ رهبر کره شمالی نشون داد که چین عامل موثری. حالا جمهوری اسلامی با 15 کشور مرز مشترک داره، دریایی و زمین. از میان این کشورها عربستان سعودی به دفعات اعلام کرده اگر ایران به دنبال سلاح هسته‌ای باشه اونا هم خواهند. بلافاصله مصر هم این رو اعلام کرده که خواهد رفت، و امارات هم که الان نیروگاه اتمی هم زدن همینطور. اسرائیل چارچشمی موازه به ایرانه، وقتی وارد میشن 50,000 سند و مدرک رو میبرن، پس معلوم رنگ پیژامه آقایونم میدونن چه رنگی و دقیقا خبر دارن چه میگذرن. من اعتقاد دارم نتانیاهو این انتخاباتش رو گذاشته بود رو این که یک بشگونی از ایران بگیره. حالا خوشبختانه اغلایی در کاخ سفید در خود اسرائیل اینا مانع از این هم شد. اما اسرائیل اگر به محض این که حس بکنه ایران در دو قدمی سلاح هسته‌ای است، مجال نخواهد داد که این خبر خوش به مقامات برسه، نه، ضربه خواهد زد. آیا این آقایونی که اینجور فکر میکنن به این مسائل هم اندیشیدن که بنیان اون زیربنای 100 ساله مشروطه به بعد ایران که اون همه سرش زجر کشیده شده، بزرگ مردانی در این مملکت جون و زندگی و هستیشون رو گذاشتن، اصلا اون رضا شاه تا بقیه، آیا فکر نمی کنند که این نابود خواهد شد؟ آیا یک لحظه به این مسئله فکر می کنند، یا فقط براشون بقای نظام مطرح؟ و آیا بقای نظام در چنین صورتی عملی خواهد بود؟ آقای دکتر نوریزاده عزیز، ببینید، من دارم میگم که دو تا تفکر وجود داره. بله. یه تفکر این هستش که میگه که ما اگر سلاح هسته‌ای پیدا بکنیم یه جور بازدارندگی میشه در برابر قدرت‌های دیگر. یه تفکر دیگر این هستش که میگه که اگر ما نزدیک به تولید سلاح هسته‌ای بشیم، توانشو نشون بدیم که پیدا کردیم، نمیخوایم تولید بکنیم، میخوایم امتیاز بگیریم.
من معتقدم که اکثریت با این تفکر دوم هستش. اکثریت با این تفکر این هستش که اسلحه رو میاریم نشون میدیم، خشابم میکشیم، ولی نمیخوایم شلیک بکنیم، میخوایم بلقوش میکنیم نه بلفر. بله بلقوش. آفرین آفرین. ببینید من معتقدم که مسئولین جمهوری اسلامی، حتی تندروها، حتی فرماندهان سپاه، اینها همه میدونن که اگر خدای نکرده درگیری نظامی اتفاق بیفته، حالا اصلا هسته‌ای به کنار، اگر درگیری نظامی اتفاق بیفته ما چه کار میتونیم بکنیم؟ ما یه تعدادی موشک شلیک میکنیم به عربستان، پالایشگاه اونجا رو از بین میبریم، نمیدونم کارخونه اونجا رو از بین میبریم، یه تعدادی موشک شلیک میکنیم به اسرائیل از ایران، و یه تعداد خیلی بیشتری حزب الله شلیک میکنه از لبنان. آقای نوریزاده، من فرض میگیرم که ما موفق میشیم و مثلا 5000 اسرائیلی رو هم نابود میکنیم، نه 10000 از 9 میلیون اسرائیلی رو نابودشون میکنیم، دیگه بیشتر که نیست، یه سری تأسیسات نفتی و مال امارات و مال عربستان اینا رو نابود میکنیم، چند کشتی آمریکایی در خلیج فارس رو هم میفرستیم به قعر دریا. فکر نمی کنم حتی رادیکال ترین چهره های نظامی هم در ایران بیشتر از این بگن که ما اگر درگیری نظامی شروع بشه دستاورد خواهیم داشت. اینا دستاوردهای ما هستش. اما در مقابل آقای نوریزاده، یک تیر چراغ برق سالم در ایران باقی نخواهد ماند. یک تیر چراغ برق سالم باقی نمیمونه، و من معتقدم که سردار سلامی هم اینو میدونه، سرلشکر باقری هم اینو میدونه، آقای عزیز جعفری هم اینو میدونه، آقای شبخانی هم اینو میدونه، رئیس ارتش هم اینو میدونه، همشون اینو میدونن. بنابراین علارغم همه تهدیدات، علارغم همه مانورها و غیره، من فکر نمی کنم که مسئله برخورد نظامی با آمریکا و اسرائیل خیلی جدی باشه، چون این چیزی که من میدونم اونها هم میدونن که آقا ما حد اکثر چند هزار تا آمریکایی و اسرائیلی و سعودی و اینها رو مثلا عبین میبریم، یه سری تأسیسات، یه سری چند تا موشک مثلا به تلافیز میخوره، دیگه اسرائیلی که دیگه نمیتونیم عبین ببریم نابودش بکنیم، عربستان رو که به طور کامل نمیتونیم، تمام ناوهای جنگی آمریکا در خلیج فارس رو که نمیتونیم از بین ببریم. بعد اون زیبا کلام. به سرعت وقتمون تموم میشه، به سرعت 2 دقیقه وقت داری. من یه سوال دیگه دارم. دکتر صادق زیبا کلام، استاد دانشگاه، محقق، وقتی ملا برادر آخوند رو در آغوش آقای ظریف میبینه، به یاد اون 8 دیپلماتی نمیاد که اینا سرشون رو بریدن، به یاد عبدالعلی مزاری نمیفته که در شهر مزار شریف به سیم بستن، از هلیکوپتر آویزونش کردن، به یاد دختران و پسران شیعه نمیفته که طالبان تصرف اونها رو حلال اعلام کرد. چه حالی داری وقتی اونها رو اینجا؟ من به یاد اینها میفتم، من قطعا به یاد اینها میفتم، ولی چیز دیگری که برای من خیلی خیلی اهمیتش بیشتره این هستش که ما با طالبانی نشستیم داریم صحبت میکنیم که رسما و علنا داره میگه که دختران حق تحصیل ندارن، زنان حق کار ندارن، زنان حق بیرون آمدن از خونه ندارن. ما نشستیم با اینها داریم صحبت میکنیم، و نمیدونم، من اگه جای جمهوری اسلامی ایران میبودم، به خاطر دختران افغانستان، به خاطر زنان افغانستان، به خاطر جوانان افغانستان، به خاطر روشنفکران افغانستان، به خاطر نویسندگان افغانستان که یک دوجینشون ظرف چند ماه گذشته ترور شدن و کشته شدن، البته طالبان میگه من نکردم، ولی همه ما میدونیم که طالبان اگر میخواست لااقل جلوگیری میکرد. من نمیگم طالبان کرده، ولی طالبان اگه میخواست میتونست جلوشون رو بگیره. ببینید همونا کردن دکتر ظریف و شورای عالی امنیت ملی ایران و رهبر ایرانی هستش که چه پاسخی به مردم افغانستان میخواین بدین؟ همین. آفرین. احتمالاً همون ممنونم. وقت ما احتمالاً همون پاسخی که مردم سوریه دادن. بله. وقتی ما پایان رسید دکتر، بازم با هم صحبت خواهیم کرد. بسیار
سریع دوستانه و در این حال بجاب. ایران سربلند، ایرانی سرفراز، پرچم زیبای سرنگ شیر و خورشید نشان هماره برافراشته باد. علیرضا نوری‌زاده به اتفاق دکتر صادق زیباکلام، استاد و محقق و نویسنده، همه شما را به پروردگار عاشق می سپارم. Thank you.